ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان هستند. تمامی این دانش آموختگان از انستیتوت ملی موسیقی هستند که پس از 18 سال توانستند چهار آهنگ حماسی و میهنی را برای نخستین بار توسط امین ارکستر بسرایند. مسئولان در این انستیتوت میگویند پس از این آهنگ‌های تولید شده در این انستیتوت ملی در کشورهای خارجی به نمایش گذاشته خواهد شد. هیچ دست خارجی در سرودا نیست. همون رقمی که من در آغاز صحبتم گفتم، این سرودا کار خلاقانه دو جوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. سرود سرزمین ماست، ترانه زمین ماست، آزادی آزادی. سرودن این آهنگ، رئیس این انستیتوت ملی میگوید پس از این که صلح در کشور بیاید، گروه دیگر حاکمیت را به دوش گیرد، بالای موسیقی افغانستان هیچ تأثیر نخواهد داشت. قشر مترقی و روشنفکر افغانستان و نیروهای مترقی افغانستان دست به دست امیتیم که حقوق موسیقی مردم افغانستان در هیچ پروسه به معامله گرفته نشد. شماره از دانشجویان این انستیتوت ملی میگویند توانایی ساخت هر نوع آهنگ‌های میهنی و ارکستری را دارند. کار که امروز انستیتوت میکنه که با این چهار سرود حماسی میخواد که روحیه مردم بالا بره. کمپوز این آهنگ‌ها از دکتر صادق قدرت ناشناس، مرحوم محصور جمال، قنبر نوشاد و آرسن فهیم بوده است. اشعار این آهنگ‌ها از شاعران مدره کشور سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال و دکتر سمی آمد است.